تشکیل اجلاس سران 40 کشور برای مقابله با تغییرات اقلیمی به ابتکار کاخ سفید با واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه ها روبرو شده. گزارشی از بهنام ناطقی. تاکید بر رهبری آمریکا در مبارزه با گرمایش زمین هدف اصلی این اجلاس مجازی دو روزه است که به پیشباز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در گلاسکو می رود. وال استریت جورنال می نویسد پرزیدنت بایدن قصد دارد متعهد شود که آمریکا تا سال 2030 تصاعد گازهای گلخانه‌ای را به 50% سطح آن در سال 2005 کاهش خواهد داد. گاردین می نویسد موفقیت دیدار در اعلام حد نصاب جدید برای کاهش از تصاعد گازهای گلخانه‌ای به سخنان رئیس حکومت چین بستگی دارد که دعوت بایدن برای شرکت در این دیدار را قبول کرده. نشریه دهیل واشنگتن می نویسد اگر چین و سایر دولت‌ها زیر بار تعهدهای جدید نروند، تشکیل دیدار اقلیمی مجازی سران برای بایدن که می خواهد آمریکا را به خط مقدم جبهه حراست از محیط زیست بازآورد، ریسک‌های سیاسی و دیپلماتیک بزرگی در بر دارد. فاینانشال تایمز می‌نویسد آمریکا ممکن است در اجباری کردن اعلام مخاطرات محیط زیستی فعالیت‌های بخش خصوصی به اروپا بپیوندد. واشنگتن پست می‌نویسد طرح پرزیدنت بایدن که به جای اقدامات اقلیمی بر بازسازی زیربنایی متکی است برای کره زمین خطرناک است، هرچند تأثیر سیاسی بیشتری دارد. دیلی میل به انگلیسی‌ها هشدار می‌دهد که تعهدات اقلیمی جدید ممکن است به افزایش قیمت بلیط هواپیما و ماشین‌های برقی و تغییر آبیامکان منزل منجر شود. یو اس ای تودی می‌نویسد اتحادیه اروپا به توافق اقلیمی بلندپروازانه‌ای دست یافته که می‌تواند اقتصاد اتحادیه را دگرگون کند. هندوستان تایمز می نویسد موضوع سخنرانی مودی نخست وزیر چین پیشروی سریع دست جمعی به سوی 2030 است. بانکیمون دبیرکل سابق سازمان ملل در ایندپندنت همه را به شرکت در اجلاس اقلیمی پرزیدنت بایدن تشویق می کند. و سرانجام خلیج تایمز می نویسد شیخ محمد بینش سبز امارات متحده را تشریح خواهد کرد.